دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما این جلسه رو قرار شده که به شکل آفلاین براتون بگیریم به خاطر اینکه حالا جابجایی تو سایت داریم و ممکن بود که بعضی نتونن وارد کلاس به راحتی بشن. گفتیم حالا همه شرطشون مساوی باشه و آفلاین کلاس رو برگزار کنیم. ببین ما اینجا من یه پیک الان یه ادیتی خورده، من از اول دوباره اینجا رو میگم. این یه خطا اول من نوشته بودم. ما راجع به انحلال مواد مولکولی و گازی می‌خوایم طبق متن کتاب درسی صحبت کنیم. چند تا مورد اینجا داریم. اول اینکه آقا شبیه رو در خود حل می‌کنند. مثلا مثالش استون در آب، مثالش جدا در هگزانه. استون قطبیه، آب قطبیه، هگزان غیر قطبیه، یود غیر قطبیه. دو تا نکته حاشیه‌ای هر کدوم داره. اینکه ببین من دارم در چارچوب کتاب طبق معمول صحبت میکنم. یود در هگزان بنفش محلولش، و نکته بعد اینکه استون در آب به هر نسبتی حل میشه که دلیلش میشه برقراری پیوند هیدروژنی بین اکسیژن استون با هیدروژن آب. اما دقت کنید اینجا رو، این موضوع رو تعمیم ندید. یعنی نگید هر موقع مثلا من اکسیژن کربونیل داشتم میتونه با هیدروژن آب پیوند هیدروژنی بده، چون تو بعضی از منابع من اینو میبینم. ما فقط اینو در مورد استون میپذیریم. خب میشه داستان شبیه رو در خود حل میکنه. کتاب درسی این دلیل این وقفه هم بین این قسمت بخاطر ما خواستیم کتاب بیاریم بالا. کتاب بالا نبود، برای همین مجبور شدیم نگه داریم و بیاریم بالا. اینجا به من کتاب درسی رو وقتی دارم، از اینجا شروع میکنه که میاد صحبت میکنه، میگه آقا کدام مواد با یکدیگر محلول میسازند. خب این قسمت اولشه. میگه تا کنون آموختید که برخی حل شونده ها در برخی حلال حل میشن، محلول تشکیل میدن، برخی دیگه ناهمگن میسازن. اینا مثالش اینه. دقیقا من مثال کتابو دارم میزنم. افزودن استون به آب یا اندکی یود به اگزان منجر به تشکیل محلول میشود. خب اینجا من این نکته رو باید بگم. وقتی من در مورد محلول دارم صحبت میکنم، محلول میشه چی؟ میشه مخلوط همگن. مخلوط ناهمگن میشه دو ترکیبی که تو هم دیگه حل نمیشن. کتاب اینجا این نکته رو داره میگه. میگه در مخلوط های ناهمگن به حالت مایع مثل آب و هگزان، اجزای مخلوط به میزان ناچیزی در یکدیگر حل میشن، اما قابل چشم پوشی است. خب اینو حواست باشه که تله بهت نده. نهید بگه که مثلا در وقتی من میخوام مثلا فرض کن که هگزان رو تو آب میریزم هیچی حل نمیشن، بس این میزان ناچیز رو باید شما حواست باشه. نه تله نده که بگه در مخلوط های ناهمگن در حالت مایع دو جز اصلا در همدیگه حل نمیشن. بس من اینجا حواسم باشه که وقتی من مخلوط ناهمگن دارم، در مخلوط ها مخلوط ناهمگن مانند آب و هگزان به میزان ناچیزی در هم حل میشوند که قابل چشم است. پس این داستان شبیه در شبیه اینجا رفتیم سراغش. حالا میایم اینجا قسمت بعدی. مثلا باز مثال ها زده، استون در آب یا در هگزان. بعد ببین موضوع دومی که ما میخوایم راجع به صحبت کنیم اینجا موضوع ریزی هم هست. گشتاور دو قطبی یود رو این دقیقا مساوی با صفر قرار داده، گشتاور دو قطبی هگزان رو تقریبا مساوی با صفر قرار داده. پس باز اینجا یه نکته حاشیه‌ای اما اینجا باز بگیم. پس این شد نکته یک، نکته دو، نکته سه. گشت داور دو قطبی یود مساوی با صفر و گشت داور دو قطبی هگزان تقریبا مساوی با صفر. اینو حواست باشه. موضوع بعدی که ما اینجا میخوایم راجع به صحبت کنیم داستان اینه که چرا مواد تو هم دیگه حل میشن. یعنی این جمله ها رو میخوایم اینجا توضیح بدیم که جمله مهمی هم هست. میگه آزمایش ها نشان میدهد. میگه من از متن کتاب دارم میرم، میخوام قشنگ فقط موضوعات کتاب درسی رو ببینیم مثل بقیه قسمتش.
آزمایش نشان میدهد که فرآیند انحلال هنگامی منجر به تشکیل محلول میشود که جاذبه بین حل شونده با حلال از میانگین، این واژه میانگین مهمه ها، جاذبه ها در حلال، یعنی در حلال خالص، یعنی بین مولکول های حلال خالص مستقلا و حل شونده خالص، این جاذبه از این بیشتر. اینو میاد کتاب اینجا توضیح میده، میگه مثلا من حلال با آ نشون بدم، حل شونده رو با بی نشون بدم، جاذبه ها میانان ها در حالت خالص و آ نقطه چین آ، اونم بی نقطه چین بی، پس آ نقطه چین بی از آ آ و بی بی دوم، دوم از میانگینه بیشتر باشه. پس من وقتی میخوام بیام بگم که دلیل حل شدن یا فرآیند انحلال دلیل، پس می‌نویسم دو دلیل حل شدن یا میگم آ نقطه چین بی از آ آ بی بی دوم بیشتر باشه. آ چیه؟ حلاله. بی چیه؟ حل شونده است. آ نقطه چین آ جاذبه بینه ذرات حلال خالص، بی نقطه چین بی جاذبه بین ذرات حل شونده خالص، دو هم میشه میانگین. پس اینجوری میشه که جاذبه بین حلال و حل شونده از میانگین جاذبه بین حل شونده خالص و حلال خالص باید بیشتر باشه، میشه دلیل حل شدن. مثال کتاب درسی اینجا در مورد چیه؟ در مورد آب، اتانول در آب و اتانول اتانوله. نیروی بین مولکولی آب پیوند هیدروژنی، میبینی یه مولکول آب چهار تا پیوند هیدروژنی داره، چهار تا نقطه چین رد شده. نیروی بین مولکولی اتانول باز پیوند هیدروژنیه، هر مولکول اتانول یه دونه از اکسیژنش پیوند هیدروژنی داره، یه دونه از هیدروژنش پیوند هیدروژنی داره. آب و اتانول هم باز برقراری چیه؟ برقراری پیوند هیدروژنیه. خب حالا اینجا ما باید بدونیم میانگین نیروی جاذبه بین مولکول‌های آب خالص و اتانول خالص از نیروی جاذبه بین مولکول‌های در محلول اتانول در آب، این باید بیشتر باشه. چرا بیشتره؟ به خاطر اینکه حل شده دیگه، یعنی حل شدنش دچار هیچ در واقع ما تو هیچ تردیدی در حل شدن این نداریم. پس من اینجا مثالی که میخوام بزنم، مثالی که مثال حل شدن آب و اتانوله، یعنی پیوند هیدروژنی میان مولکول‌های آب و اتانول، این بیشتر هستش از میانگین پیوندهای هیدروژنی بین مولکول‌های آب و مولکول‌های اتانول. این اون چیز کلی که داره میگه است. منتها اینجا به نظر من دو تا نکته باز حاشیه‌ای داره که باید بهش دقت کرد. نکته شماره یک اینه که هر مولکول آب با چهار مولکول دیگر آب پیوند هیدروژنی داره. ما اینو از تصویر کتاب میفهمیم. یعنی شما اگر که بیایی مولکول آبو در نظر بگیری، هر اکسیژن به دو تا هیدروژن از مولکولهای دیگه آب وصله و هر هیدروژن به یه اکسیژن، هر اکسیژن به دو تا هیدروژن از مولکول‌های دیگه، هر هیدروژن هم به دو تا. این نکته و در کنارش هر مولکول اتانول هم با دو مولکول دیگر اتانول پیوند هیدروژنی داره. یعنی شما اگر اتانول در نظر بگیری، این
یعنی اکسیژنش یه پیوند نیدروژن میده. نگاه کنه به این تصویره. نگاه کنه جلو. این اکسیژنش یه پیوند هیدروژنی، اینم هیدروژنش یه پیوند هیدروژنی. حالا اگه باز مولکول آب رو شما بخواید در نظر بگیرید با اتانول، نگاه کن باز اینجا الان این آبه، از هیدروژنش به اکسیژن این اتانول وصل میشه، اینم از هیدروژنش باز به اکسیژن آب وصل میشه. خب ولی این دو تا تصویر رو ما حواسمون رو بدیم. این نکته بعدی هم اینه که اینو باز خارج از کتاب ولی خوبه که بدونید، شاید یه دانش آموز اینجا بیاد مقایسه بخواد بکنه پیوندهای هیدروژنی رو بین آب و اتانول، آب و اتانول. پیوند هیدروژنی بین آب اتانول از پیوند هیدروژنی بین آب قوی تره و آب از اتانول قوی تره. حالا اینا رو میشه استدلال کرد، پس میتونم تو کنکور بپرسم چرا آب اتانول از این دوتا قوی تره؟ خب به خاطر اینکه از میانگینشون قوی تره دیگه، پس جفتشون هر کدومشون تک تک قوی تر خواهد بود چون حل میشه. آب چرا از اتانول قوی تره؟ به خاطر اینکه نقطه جوش آب از اتانول قوی تره. پس مقایسه پیوند هیدروژنی ها رو حواستون باشه. نکته شماره دو پس این شد. نکته شماره سه اینی که ما باید بدونیم اتانول به هر نسبت در آب حل می شود. این هم یادمون بمونه. خب پس ما تا اینجا شبیه رو گفتیم، متن کتاب بررسی کردیم، نکاتش رو گفتیم، دلیل حل شدن رو گفتیم. کتاب از این قسمت به بعد وارد یه فضایی میشه تحت عنوان انحلال مولکولی، فرآیند انحلال مولکولی. حالا ببین انحلال مولکولی دیگه توضیح میده، میگه با انحلال مولکولی آشنا شدید، انحلالی که در آن مولکول‌های حل شونده ماهیت خود را حفظ می‌کنند. دقت کنید، انحلال مولکولی به معنی این نیست که هر مولکولی فقط انحلالش مولکولیه. انحلال مولکولی یعنی ما مولکولامون، مولکولایی که فقط به شکل مولکولی حل میشن. میگه آقا من نمی‌فهمم چی میگی. ببین مولکول‌ها وقتی میافتن تو آب، حالا شاید واسه بچه‌های پایه ذره عجیب باشه، اتفاقا دو تا رفتار میتونن داشته باشن، یا میتونن فقط مولکولی حل بشن یا میتونن به یونم تبدیل بشن. پس لزوما انحلال همه مولکول‌ها انحلال مولکولی نیست، اما اینجا در مورد انحلال مولکولی داره حرف میزنه. پس من اینجا میام به عنوان مورد سوم مورد سه انحلال مولکولی رو میخوام توضیح بدم. انحلال مولکولی یعنی مولکول در اثر حل شدن ساختارش دچار تغییر نشه یا ماهیت خودش رو حفظ کنه. مولکول در اثر حل شدن ماهیت خود را حفظ کند یا ساختار آن دوچار تغییر نشود. مثلا انحلال مولکولی مثلاش همین انحلال اتانول در آبه. شما اگه به این تصویر دقت کنید، وقتی اتانول میفته تو آب، به مولکولش نگاه کن، همینجوری مونده، هیچ اتفاقی براش نمیفته. یا مثلا مثل انحلال اسیتون در آبه. در شیمی دوازدهم خواهید خوند یا حالا شاید خوندید، انحلال مواد غیر الکترولیت رو میگیم ما انحلال مولکولی، مثل اسیتون، مثل اتانول، مثل گلوکوز، ساکاروز و غیر. من اکثر مواد عالی به جز اسیدها و بازهای عالی. اما من اگر بخوام دقیق تر توضیح بدم، اینجا من باید بیام بگم نکته شماره یک تو مورد سه، همه مواد مولکولی
انحلال مولکولی نیست. که جمله جالبیه. چرا؟ ببین من وقتی مولکول ها رو میام تو آب میریزم، انحلالشون سه حالت میشه، یا انحلال مولکولیه، یعنی ماده هم غیر الکترولیته، یعنی در اثر حل شدنش هیچ یونی به وجود نمیاد، یا انحلال من انحلال مولکولیونیه، یعنی بخشیش به شکل مولکول باقی میمونه و بخشیش به شکل یون تبدیل میشه. ما به اینا میگیم الکترولیت ضعیف. یا انحلال من انحلال یونیه، یعنی مولکولهای من کامل به یون تبدیل میشن، من به این میگم الکترولیت قوی. مثلا انحلال یونی، شما اگر HCl رو بندازی تو آب، خب HCl رو که بندازی تو آب میخواد بشه H مثبت به علاوه Cl منفی، یعنی این یه مولکوله، اینجا یونه، هیچ مولکولی هم باقی نمیمونه، کامل به یون تبدیل شده. اینجا الکترولیت قوی دیگه مولکول ساختار، این انحلال دیگه مولکول ماهیت خود را حفظ نمی کند. انحلال مولکول یونی مثلا مثل یه اسید ضعیف، هاش اف، هاش مثبت، اف منفی. اینجا ما یون داریم، ولی میدونی وقتی من این علامت رو میذارم، حالا بچه دوازدهم خیلی راحت اینو میفهمدم، واسه بچه پایه زرش سخت‌تر باشه، یعنی من همچنان مولکول هم دارم، این علامت دو طرفه، یعنی ما تو ظرفمون هم واکنش دهنده رو داریم هم فراورده داریم، یعنی ما اینجا بخشی از مولکول ها ماهیتشون دچار تغییر شده، به یون تبدیل شدن، بخش از مولکول ها ماهیتشون ثابت مونده. انحلال مولکولی یعنی مثلا شما اتانول داری انداختی تو آب، شده 3258 H. خب پس ما وقتی در مورد انحلال مولکولی داریم صحبت میکنیم، یادمون باشه انحلال مولکولی مترادف با انحلال مولکول ها نیست، یعنی همه مولکول ها مدل انحلالشون انحلال مولکولی نیست. این در کتاب شیمی دهم کامل توضیح داده نشده، پس این نکته ترکیبیه با فصل اول شیمی دوازدهم. از این نظر نکته بسیار بسیار مهمی. خب این میشه داستان چی تا اینجا؟ این میشه داستان بحث انحلال مواد مولکولی شبیه رو در خود حل میکند و این. حالا من 2 دقیقه با همین تایم بهتون فرصت میدم، شما 2 دقیقه بنویسید اینو، چون قرار بود بنویسید دیگه، حالا فکر کنم چون اینجوری نمیخوام بری جلو، باشه اینو بنویس برای خود 2 دقیقه، من 2 دقیقه دیگه شروع میکنم، ادامه داستان میگیم با هم دیگه. اما در ادامه بحثمون ما میخوایم بیایم سراغ چی؟ میخوایم بیایم سراغ انحلال جامدهای یونی. ترکیب یونی با ترکیب مولکولی فرقش اینه که ترکیب مولکولی تو مولکول اولیه‌اش یونی وجود نداره. یعنی شما ببین HCl مولکوله، هاشف مولکوله، به یون تبدیل شده، ولی ترکیب یونی از اول یونه. کتاب اینجا میاد که وقتی شروع میکنه صحبت کردن راجع به انحلال یونی، اینجا
که میگه که فرایندهای همه فرایند برای نمونه انحلال سدیم کلرید در آب توجه کنید. راجع به سدیم کلرید رو صحبت میکنه، یک ترکیب یونیست با بلور مکعبی که در آن یونها ارائه مثبت و سی ال منفی با آرایش، مثلا این آرایش منظم یادتون باش در سه بود، که آرایش منظم در سه بود میشه بلور، یعنی واژه بلور یعنی آرایش منظم در سه بود. و دقت کنید بلور فقط مربوط به ترکیب یونی نیست، یعنی وقتی من از یه ترکیبی بلور دارم، حالا میتونه اون جامد کووالانسی باشه، اتمها منظم و سه بودی قرار بگیرن، میتونه ترکیب مولکولی باشه، جامد مولکولی مثلا مولکول ها منظم و سه بودی قرار میگیرن، میتونه یونی باشه. مولکول های قطبی آب اثر مخالف یون های بیرونی بلور نزدیک میشن. مولکول اثر مخالف یعنی مثلا انای مثبت اثر او، یا مثلا آب اثر هاشش به سی ال منفی وصل میشه. این نیروی جاذبه یون دو قطبی نام داره. این نیروی جاذبه نیرویی که باعث جدا شدن یون ها از شبکه شده تا بالایی از مولکول آب آب پوشیده بشن. به اینا میگن یون های آب پوشیده. این یون های آب پوشیده در سراسر محلول پراکنده است، به طوری که آب نمک را میتوان محلولی محتوای حاوی این یون ها دونست. حالا اینجا برای ما چند کلمه مهمیه. میگه ماده حل شونده ویژگی ساختاری خود را حفظ نکردند و یون های سازنده شبکه بلور یونی تفکیک و آب پوشیده شدند و به این نوع انحلال میگیم انحلال یونی. ببین من اینجا پس انحلال ترکیبی یونی که میخوام بگم اینه، ترکیب در اثر حل شدن ویژگی های ساختاری خود را حفظ نمی کنند و یونها تفکیک و آب پوشیده می شوند. به عنوان مثال شما وقتی NaCl داری، NaCl جامد داری، وقتی می افته تو آب میشه Na مثبت AQ به علاوه Cl منفی AQ. حالا به حرفه ما خوب دقت کنید، اینجا یک کلمه متن کتاب درسی به کار برده، واژه تفکیک. خب تفکیک یا NaCl، ببین چرا میگه تفکیک؟ به خاطر اینکه تو NaCl جامد ما Na مثبت جامد داریم، Cl منفی جامد داریم، این یونا از هم تفکیک میشن. میخوام که چقدر اصرار داری به این. ببین اینجا من برای اینکه واژه تفکیک رو متوجه بشم، بعد اینجا بتونه تذکری بدم، نکته یک رو این قسمت، فرق واژه تفکیک و یونش. ما واژه یونش رو در فصل اول شیمی 12 داریم، یعنی واژه یونش تو فصل اول شیمی 12 داریم، واژه تفکیک رو همینجا داریم فصل سوم شیمی 10. ببین وقتی من میام میگم تفکیک یعنی ماده از اول حاوی یون بوده، یونها جدا شدن فقط. وقتی من میام میگم یونش یعنی ماده مولکولیه، یعنی حاوی یون نبوده و یون به وجود آمده. خب مثال خیلی خیلی واضحش اینجا اینه، الان HCl مولکول شامل یون نیست، مولکول دیگه، این فرایند رو بهش میگن یونش، اینو بهش میگن یونش، اما اینو بهش میگن تفکیک. خیلی ساده است،
یعنی هر موقع خواستی فرق بین واژه تفکیک و یونش رو بفهمی، مثالش HCl و NaOH، این مولکوله، این ترکیب یونیه. حالا یه نکته دیگه که اینجا میشه اشاره بهش کرد اینه که فرایند تفکیک فرایندی فیزیکی شیمیاییه، فیزیکیه، ولی فرایند یونش شیمیاییه. ببین کلن یادتون باشه شکستن پیوند کووالانسی که تشکیل پیوند کووالانسی یه فرایند شیمیاییه. اما اینجا ببین هیچ پیوند کووالانسی نمیشکنه، دو تا یون هم جامدن، اسمشون میشه ایکس یو، تغییر حالت فیزیکی میکنن. میگه آقا ببخشید، آخه اینجا خودش گفته ویژگی ساختاری خود رو حفظ نمیکنن. اشکال نداره، این عدم حفظ کردن ویژگی ساختاری به معنی فرایند شیمیایی نیست، ساختار بلور میشکنه، فیزیکیه. پس اینجا دقت کنیم به داستان انحلال ترکیبات یونی. یعنی ببین این معمولا شما اصلا به این کلمات دقت نمی کنید. پس انحلال مولکولی رو در کنار انحلال ترکیب یونی حواستون باشه. مولکول ها سه حالت میشن، شیمی ده ها فقط یه حالتش رو گفته، ترکیب یونی میشه تفکیک یونی، اما فرآیند مولکولی میشن یونش. یونش شیمیاییه، تفکیک یونی فیزیکیه. حالا خیلی های خیلی یاد بمونه، ف داره اونم فیزیکیه، ش داره اونم شیمیاییه، ولی خب بفهم اینا رو، خیلی با غیر واجارایی نمیتونه رو یاد بگیریم. خب اینجا تا این قسمت اینم میخواستم بگم، بعد برم قسمت بعدی. نکته شماره 3 میگه آقا اسماعیلی آب پوشی رو برای ما توضیح بده. آب پوشی یعنی چی؟ ببین آب پوشی یعنی من یه یونی دارم، مولکول های آب بیان اطرافش قرار بگیرن از سر مخالف خودشون، قرار گرفتن مولکول های آب از سر مخالف در کنار یون و برقراری جاذبه یون دو قطبی. ببین من مثال برات بزنم، شما الان انای مثبت رو داری، این مولکول آب از سر اکسیژن خودش که جزئی بار منفی داره میاد به انای مثبت نزدیک میشه، این جاذبه رو بهش میگن جاذبه یون دو قطبی. یا شما میتونی سیل منفی داشته باشی، مولکول آب از سر هیدروژن خودش که جزئی بار مثبت داره میاد اینجا جاذبه میده، به این میگن جاذبه یون دو قطبی. خب پس این میشه آب پوشی، این میشه جمله کتاب درسی. حالا من اینجا مجبورم یه نکته 4 بگم که در واقع فراتر از شیمی دهمه. شما تو شیمی 12 فصل اول میشنوید، فصله، چون اینجا فصل اول شیمی 12 سری با این چه قسمت ها قرابت داره. ببین تشکیل، پس دهمیه رو ممکن نفهمن اینجا، تشکیل یون هیدرونیوم آب پوشی نیست. ببین وقتی من هاش مثبت دارم تو 12 شما میخونید که هاش مثبت که از اسیدا به وجود میاد بسیار ناپایداره، میاد با مولکول آب پیوند کووالانسی برقرار میکنه، پیوند داتیو در واقع میده هاش مثبت با آب و این میشه یون هیدرونیوم. خب چرا این آب پوشی نیست؟ به خاطر اینکه این الان جاذبه یون دو قطبی برقرار نشده، اینی که داره برقرار میشه پیوند کووالانسیه نه جاذبه یون دو قطبی. جاذبه یون دو قطبی بگه تل است،
اینو خب مثلا نکته تحلیلیه دیگه، یعنی شما مثلا خودت بعد 12 حواست باشه. آب پوشی فرآیند فیزیکیه، هیچ اتفاق جدیدی نمیفته. اما اینجا تشکیل یون هیدرونیوم یک فرآیند شیمیاییه. خب پس انحلال ترکیبات یونی ما راجبش این حرفا رو زدیم، اما در ادامه این رفیق ما یعنی مؤلف کتاب درسی، حالا من بعد به این واکنش ها میرسم، میاد راجب چی صحبت میکنه؟ میاد راجب این داستان جاذبه بین مواد حرف میزنه. مثال میزنه، میگه ببین مثلا من میدونم منیزیم سولفات و باریوم سولفات، منیزیم سولفات محلوله، باریوم سولفات نامحلوله. حالا بیا به ما بگو که مثلا نیروی جاذبه یون دو قطبی در محلول بیشتره یا میانگینه. در واقع از همون آ نقطه چین بیه داره استفاده میکنه، چون منیزیم سولفات جاذبهش بیشتره بین یونا و دو قطبی مولکول آب حل میشه، پس این بیشتر از اونه. تو باریوم سولفات برعکس. پس من اینجا به عنوان نکته بعدی 5 میام راجع به دلیل حل شدن جامدهای یونی صحبت میکنم. چی میشه که جامد یونی در آب حل میشه، چی میشه که حل نمیشه؟ اگر جاذبه یون دو قطبی بیشتر باشه از میانگین پیوند هیدروژنی بین مولکول‌های آب و قدرت پیوند یونی اگه بیشتر باشه، اون ترکیب ما ترکیب محلوله، مثل منیزیم سولفاتی که کتاب مثال زده. اما اگه نه برعکس باشه، یعنی مولکول‌هایی که آب، مولکول‌های آب که با هم دیگه پیوند هیدروژنی دارن و اون زیونا که با هم دیگه پیوند یونی دارن، یعنی این میانگینه از این بیشتر باشه، اون ترکیب ترکیب نامحلوله. مثلا باریوم سولفات. اینجا معمولا بچه ها دنبال این هستن که آقای اسماعیلی، میگم بله، میگه میشه ترکیبات محلول نامحلول به ما بگی؟ ببین واقعیتش اینه که کتاب راجع به ترکیبات محلول نامحلول اصلا اونقدر حرفی نمیزنه، اینقدر منظم. ولی اگه بخوایم همه اون چیزایی که تو کتاب درسیه رو بیاریم کنار هم دیگه بچینیم، میتونیم به شکلی نکته راجع به ترکیبات محلول نامحلول صحبت کنیم که یه ذره خیالتون هم راحت باشه، همه رو یه جا دیده باشید. پس میام می‌نویسم 6. میخواید دیده من وقتم بدم؟ ببین اینجا رو الان میخواید مثلا یه 2 دقیقه من فرصت بدم این تیکه رو، اگه میخواید بنویسی بنویسی، یا حالا مثلا میتونی ویدیو رو پاز بزنی بنویسی، یا میتونی لابلای این بنویسی. بیاییم به عنوان نکته 6 راجع به ترکیبات محلول نامحلول صحبت کنیم. 6 بررسی ترکیبات معروف محلول و نامحلول، منظورم جامد یونی ها. خب من اولا راجع به ترکیبات محلول حرف بزنم. ببین
یک. اگر در ترکیبی کاتیون های آمونیوم یا فلزات گروه اول وجود داشت، حتما ترکیب مورد نظر در آب محلول است. مثلا NH4 Cl حتما محلول، NaCl، NaOH، هر چی که توش کاتیون فلز گروه اول بود. یعنی شما اگر اینجا یه ایکسی داشتی که این ایکست گروه اول بود، صرف نظر از اینکه چه آنیونی کنارش، یا NH4 مثبت داشتی صرف نظر از اینکه چه آنیونشه، حتما ترکیب محلول، اصلا آنیونش مهم نیست. دو، اگر در ترکیبی آنیون نیترات دیدی، حتما ترکیب محلول. این شما الان صرف نظر از اینکه کاتیون چیه، اگر آنیون نیترات باشه حتما ترکیب محلول، پس اونها میشه محلول های معروف. خب اینا معروف ترین محلول ها. اما سه، این مثلا سه خیلی به درد بخوره. فلزات گروه یک و سی آ و اس آ و بی آ از گروه دو، اکسید فلزات گروه یک و سی آ او و اس آ او و بی آ او، هیدروکسید فلزات گروه یک و سی آ و هاش دو مرتبه اس آ و هاش دو مرتبه و بی آ و هاش دو مرتبه در آب محلولند. به غیر از اینها همه نامحلولند. به غیر از اینها همه نامحلول یعنی چی؟ یعنی مثلا فلزی به غیر از این فلز، اکسید فلزی به غیر از این اکسید فلزی، هیدروکسید فلزی به غیر از این هیدروکسید فلزی. حالا مثالای معروفش مثلا چیه؟ من مثلا FeOH دو مرتبه رو دارم که لرسوبه، FeOH سه مرتبه رو دارم که تو شیمی 11 هم میخونم رسوبه، منیزیم هیدروکسید تو همین فصلش سه شیمی 10 دارم که رسوبه و خیلی دیگه چیزای دیگه. دیگه من مثال نزدم، این سه تا خیلی معروفن که رسوبن. این مثلا مورد سه. مورد چهار، کلوریدهای مسو جیوه و نقره نامحلولند و سایر کلوریدها محلولند. مثلا شما اینو نداری کامل، ولی مثال معروفش اینه، آجسیه رسوبه، ولی مثلا منیزیم کلورید محلوله، کلسیم کلورید محلوله که مثلا تو شیمی 12 هم هست. پنج، سولفات های کلسیم و استرانسیوم و باریوم و سرب و جیوه نامحلولند و سایر سولفات ها محلولند. حالا مثلا از بین این مثال ها برای من باریوم و کلسیوم معروفه. یعنی مثلا من میدونم باریوم سولفات رسوبه، نامحلوله، ولی کلسیوم سولفات
کم محلول البته این. ولی مثلا در مقابلش همین الان دیدیم منیزیم سولفات خب محلوله، یا آلومینیوم سولفات محلوله. شیش فسفات کلسیوم، فسفات کلسیوم و البته سایر فلزات گروه دو تقریبا نامحلولند. باز مثلا مثال معروفش چیه؟ مثال معروفش کلسیوم فسفات Ca2PO42. ببین در واقع میشه گفتش که این مثالی که ما داریم اینجا میزنیم لزوم نداره نکته اصلیش رو بدونی، ولی این معروفاش رو باید بدونی کی محلوله کی نامحلوله. ما البته تو حل مسئله محلول ها میگیم حد انحلال پذیری هم بین 100 گرم تا 1 گرم رو میگیم کم، بالای 1 گرم رو میگیم محلول، زیر 1 گرم رو زیر 100 گرم میگیم نامحلول. خب اما یه موضوع دیگه که اینجا وجود داره تو انحلال یونی، بعد میریم سراغ انحلال گازها، اینو دیگه در جزوه بنویسید، الان نمیخواد بنویسید چون لزومی نداره. نکته شماره 7 میخوایم بیایم سراغ نوشتن واکنش، نوشتن واکنش انحلال نمک ها. ما اینو تو کتاب داریم، یعنی در از یعنی کتاب درسی از ما توقع داره اینا هاش. نگاه کن کتاب درسی از ما توقع داره، مثلا نگاه کن من اناهاشو نوشتم، حالت اناهاش نمک نیست ولی حالا من اینجا میگم، یا مثلا آلنوسه Ba(CL)2، من اینا رو بتونم معادلای انحلال رو بنویسم و اینا. ببین شما مثلا فرض کن که اناهاش داری، اناهاش نمک نیست، باز قویه که قابل به یون تبدیل میشه، میشه اناه مثبت به اضافه OH. مثلا AlNO3 سه مرتبه چقدر یون میده؟ اندیس و یونش رو باید با هم جمع کنی، میشه آل سه مثبت به علاوه سه تا NO3 منفی. یا مثلا باریوم کلورید Ba(Cl)2، این فقط نیاز فرمول نویسی بلد باشی، یا Bi2 مثبت به علاوه دو تا Cl منفی. پس مثلا من بعد بدونم یه مول این 2 مول یون میده، یه مول این 4 مول یون میده، یه مول این 3 مول یون میده. این هم من لازمه که بدونم. خب بریم تا اینجا انحلال یونی و انحلال مولکولی رو دیدیم، میخوایم بریم سراغ انحلال گازها. مورد 8 انحلال گازها. خب ببین وقتی من در مورد انحلال گازها دارم حرف میزنم، بیام ببینم راجع به گاز چی داره میگه کتاب. خیلی هم البته حرف نزده ها، میاد اینجا میگه آیا گازها در آب حل میشن؟ مثال اولش تنفس ماهی ها. بعد میگه که ببین همه جانوران از جمله ماهی ها برای زنده ماندن به اودو احتیاج دارن، آنها با عبور دادن آب از درون آبشوش خود اکسیژن مولکولی حل شده در آب را جذب میکنند. با اینکه گاز اکسیژن به میزان کمی در آب حل میشود، اما همین مقدار کم برای زندگی آبزیان نقش حیاتی دارد. ببین یعنی ما اینجا در مورد این داره صحبت میکنه، اینجا یه بحثی میکنه به نام اثر دما بر انحلال پذیری گازها، مثالش هم قرص جوشانه. خب بعد خدمت شما عرض شود که یه جای دیگه در مورد مقدار نمک موجود در آب صحبت میکنه بر میزان انحلال پذیری. پس تالا شد دما، میزان نمک. یه جای دیگه که این قانون هنریو داره میگه که ما تو حل مسئله مستقلا بررسیش میکنیم، اثر فشار رو بر انحلال پذیری گاز داره بحث میکنه، و البته خود اینا اثر نوع گاز رو بر انحلال پذیری داره بحث میکنه، و در نهایت اثر واکنش دادن اکسید نافلزی رو با آب رو انحلال پذیری میاد صحبت میکنه. پس من اگه بخوام جمع‌بندی کنم حرفای این مؤلف کتاب درسی رو در مورد انحلال گازها
میگیم عوامل مؤثر بر انحلال. یک، دما. دو، فشار. سه، نوع گاز. چهار، مقدار نمک در آب. و پنج، واکنش گاز با آب. این میشه مثاله کتاب درس. در مورد دما وقتی میاد مثال میزنه، در مورد دما وقتی میاد مثال میزنه، اینجا مثال معروفش چیه؟ همین قرص جوشانه. شما قرص جوشانو، حالا من سادش رو بگم، شما قرص جوشانو وقتی میندازی تو آب، گاز کربن دی اکسید تولید میکنه. حالا اگر آب سردی باشه، حجم گاز کربن دی اکسیدی که تولید میکنه کمتره. چرا؟ چون دما پایین باعث میشه گاز بیشتر حل بشه. اگر آبی که شما داری دماش رو ببری بالا، حجم گاز کربن دی اکسید بیشتره. پس مثالی که در واقع کتاب در مورد دما میزنه، یه مثالش مثال چیه؟ مثال کربن دی اکسیده. یه مثال دیگه که میزنه، مثال من اینجا بیارم، این قسمت توی نمودار تمرین دوره‌ایه، میلی گرم اکسیژن در 100 گرم آب با دما. هر چی دما زیاد میشه، این انحلال پذیری گازه چی میشه؟ کمتر میشه. یعنی دما رو در واقع داره نشون میده که این رابطه رو داره. پس ما برای همینه که مثلا میگن تو آب داغ ماهی ها زندگیشون تحت خطر میفته. مثالای دما رو ما یه مثال داریم، اثر دم. اول ما بدونیم دما، اول من اینو بگم بعد مثالاشو بگم، با افزایش دما انحلال پذیری گازها در آب کاهش می‌یابد. یکی ممکنه بپرسه چرا؟ یعنی اگه من اینجا گاز داشته باشم، مثلا گاز اکسیژن، با دما انحلال پذیریش نزولیه. اگر از تو دلیلش رو بپرسن خارج از کتابه، ولی میتونی بگی چون خیلی پیچیده ای نیست. ببینید انحلال پذیری گازها، همه گازها، ما گرمازاه. وقتی انحلال پذیری گرمازاه، تو که گرما بهش بدی انگار لج میکنه، خوشش نمیاد. گازه وقتی حل میشه میخواد از شر گرمای خارج شه، میشه گرمازا دیگه. تو داری دوباره گرمش میکنی، بدتر حل میشه. خب مثالی که ما داریم اینجا، یه مثال یک داریم، اثر دما روی حجم گاز CO2 تولیدی در اثر حل شدن قرص جوشان. خب هر چی دما بره بالا، حجم گاز CO2 که تولید میشه هم بیشتر میشه. یعنی شما اگر قرص جوشان رو توی آب سرد بندازی، کمتر گازش خارج میشه تا توی آب داغ بندازی. این مثال CO2 ما نوشابه هم داریم. شما نوشابه رو بذاری توی یخچال، خیلی گازش سخت‌تر خارج میشه تو بذاری بیرون. پس با نوشابه میتونه یاد بمونه. مثال دومش هم زندگی آبزیانه. خیلی از ماهی‌ها در آب گرم سخت تر تنفس میکنن، اودو جذب میکنن، چون وقتی که آب گرمه، اکسیژن حل شده تو آب کمتر میشه و زندگی ماهی سخت تر. اما اصل فشار، با افزایش فشار، میگم این فشار ما کامل بررسی خواهیم کرد مستقلا، با افزایش فشار انحلال پذیری گاز افزایش میابد. یه جوره انگار تو زور میزنی گازه رو میفرسی اون تو. بعد رابطه فشار با انحلال پذیری گاز هم یه رابطه خطیه و از مبدأ صفره. اما در مورد فشار، یعنی یادتون باشه به این میگن در واقع قانون هنری. این قانون هنری دوتا شرط داره ها.
یه شرط اولش اینه که در فشارهای کم بیای بررسی کنی، مثلا زیر 10 اتمسفر که تو کتاب نیست این. یه شرط دوش عدم واکنشه گاز با آبه. یعنی اگر واکنش بده گاز با آب، شما نمیتونی قانون هنری براش بیان کنی. این مثلا تو آزمون آزمایشی میاد، خیلی هم بدیهیه ها. چرا اگر یه گازی بخواد با آب واکنش بده شما نمیتونی اثر فشار رو انحلال پذیریش بررسی کنی؟ چون دیگه گاز وجود نداره تو آب که بخواد تو ببینی فشار رو زیاد میکنه، انحلالش زیاد میشه که واکنش نمیده دیگه. عدم واکنش گاز با آب. پس من اینجا یه نکته ترکیبی با فصل اول شیمی 12 دارم. پس قانون هنری راجع به اکسیدهای نافلزی که با آب واکنش میدهند صدق نمی کند. حالا چه اکسید نافلزی با آب واکنش میدن؟ بهشون میگن اسید آرنیوس. مثلا مثل چی؟ مثل SO3. مثل چی؟ مثل CO2. قانون هنری در مورد اینا صدق نمی کنه. اما نوع گاز، نوع گاز خب مثال کتاب واضحه. NO رو داریم، O2 رو داریم، N2 رو داریم. البته ببین هر ستا اینا در فشار یه اتمسفر انحلال‌پذیریشون زیر 100 و ماهانی عملا مواد نامحلولی محسوب میشن. منتها خب ما میدونیم مواد نامحلول که صفر نیست انحلال‌پذیریش. ببین NO چون قطبیه انحلال‌پذیریش از O2 بیشتره، O2 چون مثلا جرم مولیش احتمالا بیشتره از N2 بیشتره. منتها بین O2 و N2 باید حفظ کنید. همونطور که نقطه جوش O2 از N2 بیشتره و واکنش پذیری O2 از N2 بیشتره، انحلالش هم از N2 بیشتره. اینو باید یاد بمونه. پس در مورد نوع گاز ما این مثال رو داریم، NO، O2 و N2. ولی یادمون باشه هر سه در فشار یه اتمسفر و دمای 25 درجه زیر 0.01 گرم حل می شوند، یعنی عملاً نامحلول محسوب میشن. این خیلی چیز جالبیه از راجع به NO. NO ترکیب قطبیه ولی عملا تو آب انگار حل نمیشه. مقدار نمک، شما اگر به آب بیای مثلا یه مثال خیلی تابلوش نوشابه است. نوشابه داشتی؟ نوشابه اگه مثلا بریزی برای میگن نوشابه داشتی؟ نوشابه خیلی آفلاین خسته کننده است، چون خیلی ما پشت سر هم داریم درس میدیم. آقا شما نوشابه اگه داشتی، نوشابه اگه داشته باشی، اگه تونستم اینو بگم، شما اگه یه لیوان نوشابه داشته باشی گلم، پول رو گوش میکنی نمک بزنی به نوشابه، فیس 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 گاز خارج میشه. چرا؟ ببین چراییشو میشه اینجوری تعبیر کرد، نو که میاد به بازار کهنه میشه دلازار. نمک که وقتی میریزی مولکولای آب میان سمت چی؟ میان سمت اون یونا. یه جورایی میشه گفتش که با گازه دیگه حال نمیکنن، گازه هم قهر میکنه میره بیرون. از این مثال چرت و پرت دارم میگم دیگه. حالا باید یاد بمونه مقدار نمک در اثر حل شدن مقداری نمک در آب انحلال پذیری گازها کاهش می‌یابد. واکنش گاز با آب، این خیلی مثال معروفیه، خیلی هم سوال میدن. میگه NO رو بیا با CO2 مقایسه کن، این قطبیه ولی این ناقطبیه، ولی انحلال پذیری CO2 بیشتره. یه چیزی هم میگه قبل از که من ادامه بدم، یه جمله خاصی هم داره، میگه در این فشار یه اتمسفر و در هر دمایی، اینو خیلی سوال میدن ها، هر دمایی، میگه ها میشه توضیح بده اینا، حفظش کن. پس انحلال پذیری این در فشار یه اتمسفر در هر دمایی بیشتره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این میاد با آب واکنش میده، این با آب واکنش میده و میشه اسید کربونیک. دلیلش واکنش، این هم میشه داستان انحلال پذیری گاز. بچه عملا ما داریم از صفحه، ما از کجا تا کجا رو بررسی کردیم این قسمت؟
مؤسفه تقریبا میشه گفتش که آره از اینجا، یعنی از این قسمت کدام مواد با یک دیگر محلول میشه، صفحه 110 و تا این قسمت، یعنی تا سر این رد پای آب در زندگی اومدیم بررسی کردیم. قسمت بعدی میخوام بریم راجع به اسموز بخونیم.